سلام روزتون بخیر امیدوارم هر جا کسی حالتون خوب باشه هفته ای که گذشت بریزا چهار تا هیرو تلنت جدید رو که مربوط به اکسپنشن وارویدین میشه رو برای به همون معرفی کرد اگر نمیدونید هیرو تلنت چیه هیرو تلنت یک سیستم جدیدیه که بلیزارد برای وارویدین و اکسپنشن های بعدیش حالا معرفی کرده و از لول 71 به بالا باز میشه یه سری سیستم تلنت جدیدی که شما میتونید اونها رو کم کمک بگیرید و حالا یک آپگرید های اضافه ای به کاراکترهاتون اضافه میشه خصوصیت ویژه‌ای که هیرو تالنت ها دارن اینه که بین اسپک های مختلف مشترکه و امروز میخوایم راجع به دارک رنجر هانتر صحبت بکنیم که ترکیب بیست مستری و مارکسمن قرار بر قراره باشه ولی این چیزی که از دارک رنجر به ذهن میرسه سیلواناسه میخوایم بریم توی این ویدیو ببینیم که این تلنت ها چی کار میکنه اصلا چقدر به این فانتزی و به شخصیت سیلواناس نزدیکه و در کل میخوایم تلنت ها رو با هم بررسی کنیم خب تو این بخش ویدیو اون میخوایم دیسکورد بوستامی رو به عنوان اسپانسر ویدیو اون بهتون معرفی کنیم خدمات فوق زیادی تو حوزه ورد اف دارن به جز اون خدمات عادی که خیلی جاها ممکنه پیداش کنید خدمات خیلی زیادی تو حوزه بوستینگ دارن روزانه بوست های بسیار زیادی میذارن و شما میتونید بیاید با انجام دادن این بوست ها درآمد خیلی خوبی هم کسب کنید بریم ویدیومون رو ادامه بدیم خب میخوایم بریم سراغ دارک رنجر هانتر و همون جوری که گفتیم ترکیب بیست مستری و ماکسمن قرار باشه حالا با یه تم سیلواناس توری خب راجب هانتر ما حداقل میدونیم که دو تا هیرو تالنت دیگه هم به نام پک هانتر که مربوط به بیسمسه سوریوال و سنتینل که میشه مارس من و سوریوال خواهد داشت که فعلا از اینا هیچ اطلاعاتی نداریم بریم سراغ تالنت هامون اولین تالنت همون اسمش بلک اروه بلک اروه اونایی که هانتر بازی کردن و حالا از اکسپنشن های قدیم با هانتر آشنایی دارن میدونن که یکی از اسپل های هانتر بود فکر میکنم توی رس اضافه شد اوج قدرتش توی کاتا بود که هانتر ریوال، کاتا یکی از مریض ترین های هانتر بود واقعا چیز خفنی بود هانتر سوریوال تو کاتا و فکر میکنم توی وارلافتره این نور دیگه کم کم جمعش کردن و حالا بخونیم ببینیم چیکار میکنه یه لول اکتیوه که باید یعنی یوزش کنیم پسیو نیست سی ثانیه کلانشه و یک بلک ارو روی تارگت میندازه که در مدت 16 ثانیه کم کم دمیج میده یعنی 8 تا تیک میتونه دمیج بده خب هر باری که بلک ارامون دمیج بده چند داره که کولدان ایم شات یا بارب ریست کنه ایم شات که مشخصا برای مارکس میدونیم چی کار میکنه سورس اصلی دمیجمونه و بارب شات هم برای هانتر رای بیست مستری میتونن باهاش استک اتک سپید پتشون رو بالا ببرن استک فرنزی رو بالا ببرن و برای 20 هم میتونه خوب باشه خب بریم راجع به تلنت های سمت چپمون صحبت بکنیم ببینیم تلنت های سمت چپمون اصلا چی هستن و ایم شات و رپید فایر 15 درصد دمیجشون زیاد میشه برای مارکسمن و از اون طرف هم بارب شات و کیل شات 15 درصد دمیج میگیرن برای 20 مسیری یه تالنت خیلی ساده است که من انتظار داشتم این تلنت هایی که حالا لول 71 به بالا میگیریم یکم تلنت های پیشیده تری باشه این تالنت میتونه برای مثلا لول 15 باشه اما تلنت های بعدیمون دارک ایمپاورمنت چی گفته گفته بلک ارو هر زمانی که کولدان cool یکی از ابیلیتی هاتون رو ریست کنه که میشه ایم شات برای مارکسمن و بارب شات برای بیس مستری 15 تا بهتون فوکوس میده خب این میشه یک پسیو فوکس جنریشن که حالا ما نمیدونیم چقدر میتونه جنر... ریسیت کنه کولدان cool این اسپل هامونو و هر بار ریسیت کنه بهمون همون 15 تا فوکس میده قطعا برای مارکسمن یک چیز قابل قبولی میتونه باشه مارکسمن یک جاهایی میتونه مشکل فوکس داشته باشه و توی سینگل تارگت این شاید بتونه تلنت خوبی باشه بهش کمک کنه تلنت دومی که اینجا میتونیم انتخاب کنیم یعنی یه چویس نوده میتونیم بین این دوتا یکی رو انتخاب کنیم تلنت دوم چیه؟ گفته وقتی که یه تارگت روش بلک ارو باشه و بمیره کلان بلک ارو تون دوازده ثانیه کم میشه خب این هم میشه توی میتیک پلاس در نظر بگیریم مثلا روی ادما بلک ارو رو انداختیم قبل از اینکه بلک ارومون تموم بشه میمیره و این باعث میشه کم بشه خب یه تلنت خیلی سادی دیگه و اینها انتظار میره شاید توی هیرو تلنت از نظر شخصی من جایی نداشته باشه خب تلنت بعدی چی گفته گفته زمانی که ترو شات یا کال اف وایلتون اکتیو بلک ارو 50 درصد دمجش رو سریعتر میزنه خب وقتی سریعتر بزنه تیک بیشتری میخوره بیشتر ایم شات ریست میکنه به عنوان مثال یا بیشتر بارف شات ریست میکنه و هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه چرا میتونه خوب باشه چون میتونه به همون فوکس بیشتری بده ولی حالا ما تو تروشات واقعا مشکل فوکس نداریم دیگه چه خوبی میتونه داشته باشه میتونیم دائما ایم شات های بیشتری بزنیم ولی مشکلی که پیش میاد ما توی تایم ترو به صورت عادی معمولا با هانترمون سورس هامون کپه یعنی فوکسمون همیشه کپه چون به شدت بهمون فوکس جن زیادی میده ایم شاتمون کولدانش خیلی سریع پر میشه برای همین مشکل شاید کولدان ایم شات هم نداشته باشیم و اینکه این صرفا این, صرف این تالنت بخواد ایم شاتمون رو دائما کنه بهمون ایم شات شاید باعث بشه کلی ایم شات از دست بدیم به جای که ایم شات بگیریم ایم شات ممکنه ما هنوز آماده نداشته باشیم به آماده نباشیم که بخوایم بزنیمش و این میتونه کارمون رو حداقل سمت مارکسمن خراب کنه خب بریم تالنت های وسط رو بخونیم این تالنت های وسط چی چیکار میگه تالنت وسطمون اولیش اسمش دارک هاوندز و گفته هر بار که بلک اروتون دمیج میده چند داره که یه پت های یه سگ های آندی سامون کنید که میتونن و دمیج بزنن خب این تیکش خیلی ایده جالبیه شما به عنوان هانتر مارکسمن پت های شد و مانند داشته باشید خب ما اینو واقعا تا تو بازی نداشتیم و این یک ایده جدیده تنها نکته مشابهش تو بازی شاید مثلا ناتانوس باشه اونهایی که Uh, توی ایونت ناتانوس رفته باشن ناتانوس رو کشته باشن فکر میکنم استارت شدو لنز بود اگر اشتباه نکنم آه, ما میرفتیم ناتانوس رو میتونستیم پیدا کنیم و بکشیمش اون دو تا سگ شدو مانند همینجوری سگ آندد مانند داشت که شاید ایدهش رو از اونجا ورداشته باشن خب پس ما اینجا یه پت هایی داریم که میتونه شادو دمیج بزنن پس حداقل این تیکه و این تیکه با هم یه بالانسیو ایجاد میکنن دمیج بیشتر در میج بیشتر, بیشتر که میخوره چانس پته بیشتر داره خب این تیکش رو دوست داشتم این تیکه با این تیکه تونست یکم نظرم و براجب این تالنت ها عوض کنه اما تالنت بعدی گفته 15 درصد در تمام شادو دمیجی که خودتون و پت هاتون میزنید میتونه هیلتون کنه خب ما هنوز نمیدونیم که این عدد شادو که قرار بزنه چقدره چون هیچ عددی توی این بلک ارو نداریم که بخوایم حساب کنیم خب این 15 درصد چقدر میشه شاید بتونه به هانترها کمک کنه و اینها رو باید توی عمل ببینیم اما تلنتی که دیگه ای که اینجا وجود داره و یه چویس نود دیگه است که میتونیم انتخاب کنیم گفته اکسلریشن باعث میشه که شما 3 ثانیه سوریوال اف فیتست بگیرید و سوریوال اف فیتست باعث میشه شما اکسلریشن بگیرید با 50 درصد قدرت خب این تلنت شما رو یاد چی میندازه اگر یکم فکر کنید و حالا وار بازی کرده باشید به شدت شبیه یک از تلنت های واره که اونجا اویتار میزنید بهتون اگه اشتباه نکنم رکلسنس میده و اگه ریکلسنس بزنی بهتون اویتار میده یه چیزی شبیه به همین وارها دارن اون ورژن آفنسیویه این ورژن دیفنسیویه و هانترها از نظر دیفنسیو واقعا مشکل دارن این تیکه این خط اولش به شدت خوبه شما اگزلریشن یه لولیه که کولانش تقریبا میشه یه دقیقه دو دقیقه از کولانش ولی چون فوکس استفاده میکنید کولانش دائما میاد پایین و زمانی که شما اکسلریشن روی مین داشته باشید دائما میتونید از این سوریوال افت فیتستتون به خوبی استفاده کنید از این خط اولش میتونید به خوبی استفاده کنید خب این شاید بتونه جای یک دیفنسیو خیلی خاص رو برای هانترها پر کنه هانترها واقعا مشکل دیفنسیو دارن یکی از کلاس های که واقعا دمیج زیادی میخورن و این شاید بتونه بهشون کمک کنه حالا این تیکه پایینش اونقدر فرق ایجاد نمیکنه ولی این هم تیکه خوبی ها ولی این تیکه بالا خیلی بیشتر چشم گرفت خب تلنت بعدی شادو سرچ گفته زمانی که شما مولتی شات میزنید به یه تارگتی که روش بلک ارو وجود داره یه برست آف شدوی انجام میشه یه دمیج شدوی به اطرافیانش زده میشه و این افکت هر 6 ثانیه یه بار میتونه پراکشه خب این چیز خوبیه ولی یه نکته منفی وجود داره ما اینو توی سینگل تارگت به هیچ وجه نمیتونیم پراک کنیم و این باید یه فکری برها براش قاعدتاً بشه شما اگر بخواید مثلا با تلنت های وسطتون بازی کنید و بالاخره جوری که فکر میکنم بلیزارد گفته اینه که ما تا پایان اون لول هشتادی که میرسیم توی اکسپنشن بعدی وارویدین Uh, ما همه این تلنت ها رو خواهیم داشت پس ما تو سینگل تارگت که مولتی شات به هیچ وجه نداریم و استفاده نمی کنیم چه حکمی میتونه این تالنت داشته این یه تالنت عملا مرده است دیگه و باید یه فکری به حالش بکنن اگر اینجا کنار مولتی شات مثلا آرکین شات رو بذارن یا مثلا بارب شات رو بذارن برای 20 مستری شاید بشه یک فکری به حالش کرد کوبرا شات رو بذارن اینها شاید بشه یه فکری به حالش کرد که حداقل یه پسیو ای کمی داشته باشید برای جاهایی که شاید بخواید یکم ای یو بزنید ولی نیاز به مولتی شات صرفاً نداشته باشید خب تلنت بعدی رو بریم نگاه کنیم دس شید چی گفته گفته هر زمانی شما بلک ار رو, رو روی تارگت میزنید در جا افکت دسپلو یا هانترز پریو میگیرید دسپلو و هانتر پری هر دو تا یک کار میکنه فقط دو تلنت های مختلف هانتر قرار داره هانتر توی بیست مستری و دسپلو مار مارکس منه و باعث میشه کیلشاتتون فعال بشه این تلنت خوبیه چرا چون زمانی که شما یه دات رو تارگت میندازید یه گلوبالی دارید با هانتر حالا استفاده میکنید و شاید دمیجش رو همون لحظه نبینید باعث میشه یک کم ارزش بلک کم بشه ولی اینکه به شما درجا میتونه افکت کیل شات رو بده خودش خیلی چیز خوبیه هم توی پی پی تاثیر داره تو پی وی پی شاد تاثیر شاید بشه گفت بیشتره توی پی وی هم قطعا این کیل شات میتونه چیز خوبی باشه حالا شما ماکسمن رو یه لحظه در نظر بگیرید مارکسمن میتونه این کیل رو دوباره خیلی سریع ای کنه با کمک فکر میکنم یه تالنتی داره اسمش ریزوره با اون کمک با کمک اون تالنت میتونه خیلی سریع اینا رو کنه و ازش استفاده کنه خب دارک چیز. دارک چینز چیکار میکنه گفته زمانی که دیس میکنید و عقب میپرید نزدیکترین ترین تارگتتون رو به زمین حالا چین میکنه و چهل درصد اسلوشون میکنه خب پانترهای همچین تلنت تو پانداریا داشتن اونهایی که پانداریا هانتر بازی کردن هانتر اون موقعی که دیس میکرد تارگت رو روت میکرد و این شاید یه ورژن ضعیف شده همون باشه ولی باز هم چیز خوبیه قطعا شاید حالا تو پی وی اونقدر به کار نیاد ولی تو پی وی پی قطعا چیز خوبیه و اصلا ایده جالبی هم داره و اگر تو اون دمای اولیه شادولند یادتون باشه سینماتیک شادولند سیلواناس اومد بولوار رو با زنجیر به زمین بست و تو زمین نگهش داشت شاید بشه گفت ایده این رو یه جورایی اومدن با اون ترکیب کردن و ای کاش میتونست مثل پانداریاش روت کنه پانداریاش خیلی چیز خفنی بود هانترها به راحتی از دست حریفاشون در برن و حالا یک نکته دیگه هم که وجود داره هانترها دیسینگج که میکنن یه تالنتی دارن دو تالنتای خودشون به نام پست تست که اون تلنت پست بهشون کمک میکنه فاصله بیشتری از حریف ها بگیرن و این تلنت خوبی میتونه باشه ولی اینکه صرفا یه تلنت بدون چویس نوده شاید بشه جابجاش کرد یه جای دیگه بذارنش یک تلنت دیگه کنارش اضافه کنن من حس میکنم اینجا بتونن تلنت دیگه رو اضافه کنن و دو تا تلنت دیگه مونده این قسمت بخونیم و بعد بریم سراغ تلنت پایانی اولیش اسمش دارکنس کاله. که گفته 10 درصد شادو دمیج خودتون و پتتون زیاد میشه ما چیا شادو دمیج داشتیم خودمون که بلکه اروای بود پت هامون هم که دارک هاونز بود دیگه تالنت شادو دمیج دیگه ای نداشتیم خب 10 درصد دمیج ای دوتا دو پس زیاد میشه و شادو اساسی این چی میگه گفته کیل شات 15 درصد چند داره که یک شارژ ایم شات یا بارب شات بهتون بده زمانی که روی تارگتی میزنیدش که بلک ارو باشه پس دوباره باز هم ایم شات بیشتر یا مثلا بارب شات بیشتر حالا بارب شات بیشتر شاید توی بیست مستری اونقدر اذیتمون نکنه چون داریم باربشات که میزنیم پتامون استامپ میکنن تو ایوی ای حداقل میتونه خیلی کمکمون کنه ولی توی مارکسمن به خاطر همین موردی که اینجا گفتیم موقعی تو شد ما عملا ریسورس همون کپ میشه و دائما داریم امشات میزنیم شاید این دو تا یکم منفی باشن باید بیرزاد حتما روشون کار کنه ما واقعا امشات بیشتر نمیخوایم یک کم باید روتیشن رو تمیز کنن شاید اینها خیلی نسخه های اولیه باشن و قطعا نسخه های اولیه و هنوز ما نه آلفا رو دیدیم نه بتا رو دیدیم و خیلی مسیر داریم تا وارویدین ولی این دوتا تلنت یک کم حالا با شات شاید از نظر من نخونه تالنت آخر رو بخونیم اسم ویدرینگ فایر و چیکار میکنه گفته زمانی که بلک ارو کلان یکی از ابیلیتی هاتون رو ریست میکنه یک بریج دارک ارو هم, دارک ارو هم به سمت تارگت ها میزنه که شادو دمیج به همشون میزنه و دمیج شما و پتتون رو به مدت 6 ثانیه زیاد میکنه خب چیز خوبیه و میتونه تو تایم تروشات خیلی پراک بشه شاید یه چیزی مثل ویند رانر گایدنس باشه یه که همین الان هانترها ها دارن و شاید میتونست بهتر باشه صرفا این که شما هر بار این ریست شد یک سری دمیج اضافه بزنید به عنوان یه تلنت هایی که برای لول بالا در نظر گرفته شده شاید من اونقدر به دلم نشست تلنت هامون اکثرا تلنت های خیلی بیسیکه میبینی 15 درصد دمیج دان فوکس بیشتر کولان کمتر و شاید مثل تلنت های کلاس های دیگه نبود کلاس های دیگه یکم عمق داشت توش باید فکر میکردیم میگفته خب این شرط این شرط این خیلی بیسیکه واقعا خیلی است و من احساس سیلواناس رو توی این تلنت ها اصلا ندیدم شاید حتی سیلواناس تو هیروز آفت استون از این باشه تو هیروز آفت استون که واقعا بازی میمیه با اینکه بازی قشنگیه ولی با اینکه میمه ولی اونجا احساس سیلواناس بودن بیشتر بهتون دست میده خب البته اینا نسخه اولی هستا شاید بشه بیشتر روش کار بشه و الان تنها چیزی که من از شدو اینجور چیزها توش میبینم اسم تلنت های دارک بلک شدو وگرنه هیچ تم شدو گونه ای اونقدر نداره شاید بهترین تلنتش همین دارک هاونز باشه این دارکساون قطعا بهترین تلنتشه دارک چنز این دوتا تلنت واقعا تلنت های خوبیه و اسموک سکرین بقیهش خیلی بیسیکی برای لول 71 و بالاتر با توجه به این چیزی که ما توی این تلنت ها دیدیم شاید بلیزارد بتونه خیلی بیشتر رو این تلنت ها کار کنه این تلنت ها خیلی تلنت های بیسیکی بود برای لول 71 و بالاتر برای یک کلاسی که قراره برای یه سیستمی که قراره توی اکسپنشن های بعدیش هم وجود داشته باشه این رو تایید کرده بلیزارد یه سیستم ایورگرینه و این سیستم میتونه تو اکسپنشن های بعدی هم حضور داشته باشه و اگر قرار باشه یه تلنت اینقدر بیسیک و پایه و خیلی ابتدایی باشه شاید به مزاج هانترها خوششون نیاد هانترها همین الان مشکلات خاصی و توی اون مثلا تروشاتشون دارن این مشکلاتشون اضافه کرده از مشکلاتشون کم نکرده شاید بلیزارد داره هانتر یه ریورکی میکنه و این با اون میتونه معنا داشته باشه ولی فعلا شاید خیلی تلنت های بی اساسی باشه ممنون که وقت گذاشتید این ویدیو رو دیدید امیدوارم که هانتر خیلی بهتر از این بشه و فعلا خداحافظ